سلام به دوستان عزیزم، من مریم هستم. با آموزش زبان هلندی در خدمتتون هستم. این درس، درس 16 هست. همینطور که در درس 15 یه اشاره کرده بودم، درس 16 ما در مورد کلماتی هست که داخل خونه هست، خونه ای که هنوز وسایل نداره. چه کلماتی رو ما داریم؟ 9 یا 10 تا کلمه من براتون آوردم به اضافه جمله سازی. امیدوارم که همش رو بتونیم با جمله ها در این درس بیاریم. اگه زیاد طول بکشه میره واسه درس بعدی. خب شروع میکنیم از همینطور که میبینین از چهار تا کلمه اول. در این کلمات که 10 تا هستش، فقط 2 تا کلمه اول آرتیکلش هد هست، بقیهشون 8 تا دیگه آرتیکلشون د هست. به خاطر همین من این 2 تا کلمه رو اول آوردم که با هد هست. خب همینطور که میبینید اولین کلمه ما هد هاوس، خونه، هد هاوس، هاوس. دومین کلمه‌مون هد رم، چون 2 تا آ داره، آ خونده میشه هد رم، پنجره. کلمه بعدی د دور، د دور. یه ذره شاید تلفظش سخت باشه ولی او کنار هم دیگه دور، ایو ایو تلفظ میشن. د دور. کلمه بعدیمون د مور، 2 تا او کنار هم دیگه اومده، د مور یعنی دیوار، د مور دیوار. میریم سراغ جملات. کان د دور دیختون، کان د دور دیختون. میتونی در رو ببندی. کان یه د دور دیخت دون، دیخت میشه بستن، دونم یعنی انجام دادن. این یک جمله کامل هستش. زمانی که شما میخواین به کسی بگین که میتونی پنجره در رو ببندی، اما میتونین اینطوری هم بگین، دون در آخر کلمه رو، در آخر جمله رو حذف کنین این کلمه رو و بگین کان یه د دور دیخت. این هم همون معنی رو میده، نیازی نیست که حتما دون رو بیارین. کان یه د دور دیخت یا کان یه د دور دیخت دون. دومین جملمون هست هترم ایز اوپن، هترم ایز اوپن، پنجره باز است. هترم ایز اوپن. سومین جمله میگه اونز هاوس هیفت لانگ مورن، اونز هاوس هیفت لانگ مورن. خونه ما دیوارهای بلندی داره. خب حالا این مالکیت ما که اول جمله اومده، اونز اومده. چرا اونز اومده؟ چون ما اونزم داشتیم دیگه، یعنی توی یه جاهایی مالکیت ما اون ز هست که با زد نوشته میشه و یه ا بعدش داره، اون ز. در یه جایی هم ما باید اونز بیاریم که ا نداره، ا حذف میشه در مالکیت ما و به جای زد اس باید ما بنویسیم اونز. چرا؟ به خاطر کلمه بعدی داخل این جمله، کلمه بعدی که بعد از اونز اومده هاوس هست. هاوس آرتیکلش هت هست. زمانی که آرتیکل یک کلمه هت باشه، وقتی بخوایم به اون کلمه مالکیت بدیم، اونز دیگه نمیاریم، اونز میاریم. برای هت اونز میاریم. برای کلمات دیگه که میبینین در همین درس اونزه اومده، اونم براتون توضیح میدم. پس دلیل این که الان اینجا
اونز اومده، اونز هاوس اومده به خاطر اینکه هاوس آرتیکلش هت هست. اگه د بود میشد اونز هاوس. پس میگه اونز هاوس هیفت لانگ مورن. لانگ مورن دقیقا همین اتفاق برای لانگ مورن هم افتاد. اول باید توضیح بدم دمور یعنی دیوار با دوتا او، اما وقتی خواسته باشین میر فاودش کنین، میر فاود یعنی زیادش بکنین، یعنی یک دونه مور نیست چند تا هستش، جمعشو بخوایم بگیم دوتا اومون یکیش حذف میشه در نوشتن. د مورن میگیم، د مورن با یک او به جای دوتا او یک او میاد، یکی دیگه حذف میشه. پس د مورن جمع د مور هست، د مورن همینطور که اینجا میبینین. و لانگ، لانگ به معنی بلند هستش و این ا آخر لانگ به خاطر چی اومده؟ دقیقا به خاطر کلمه بعدی لانگ اومده که مورن هستش. مورن به خاطر اینکه جمع هست، ما میفهمیم که همه کلماتی که جمع هستن آرتیکلشون د هستن. و حتی اگه به خاطر اینکه این کلمه مفردش هم آرتیکلش د هست، حتی اگه مفردش هم می اومد ما همین لانگ رو داشتیم. پس هر کلمه ای که بعد از لانگ آرتیکلش د باشه، یک ا بعد از کلمه لانگ باید اضافه بکنیم که میگیم لانگه، لانگ مورن. حالا اگه این برای هاوس بود ما لانگه نمی آوردیم، می گفتیم لانگ هاوس. امیدوارم متوجه این شده باشین. پس میگیم اونز هاوس هیفت لانگ مورن، خونه ما دیوارهای بلندی داره. این از چهار تا کلمه اول. میریم سراغ سه کلمه بعدی. همینطور که میبینین هر سه کلمه آرتیکلشون د هستند و یه چیز مشترکی داخلشون میبینین که این سه کلمه تشکیل شده، یعنی هر کلمهش تشکیل شده از دو کلمه هستش و کلمه دومش کمر هستش. کمر یعنی اتاق. پس میگیم د وون کمر، کنار هم دیگه نوشته میشه، هیچ اسپایسی نداره. وون کامر، د وون کامر با دوتا او، وون. وون یک کلمه‌ایه که قبلا درس داده بودیم، وونن یعنی زندگی کردن. د وون کامر، اینا کنار هم دیگه میشه پذیرایی. د اسلاپ کامر، اسلاپن اگه یادتون باشه درس دادیم، اسلپن میشه خوابیدن. حالا ما اسلپ آوردیم به اضافه کمر که میشه اتاق، اتاق خواب. ده اسلپ کمر. کلمه بعدیمون ده باد کمر، ده باد کمر. باد یعنی حموم در اصل، باد هم میتونیم بگیم وان میشه. ده باد کمر، کمر رو در آخر این کلمه رو میاریم و این میشه در اصل دو تا کلمه ولی معنیش حموم هستش. ده باد کمر. پس ده وون کمر، ده سلاب کمر، ده باد کمر. پذیرایی، اتاق خواب، حموم. من دو تا جمله، سه تا جمله براشون درست کردم. بخش دو تا جمله. The bathroom is in my slab camer. میگه حموم داخل اتاق خواب من است. The bathroom is in my slab camer. حموم داخل اتاق خواب من است. دومین جمله. The bathroom from Ons house is groot. The one camera from Ons house is groß.
باز هم اینجا اونز هاوس اومده، اونزه نیومده. چرا؟ چون کلمه بعدی این مالکیت ما آرتیکلش هت هستش، پس میگیم اونز هاوس. ده وون کامر فان اونز هاوس ایز خروت. خروت هم درس دادیم بزرگ، به معنی میده دو تا او میاد. خروت، پذیرای خونه ما بزرگ است. پذیرای خونه ما بزرگ است. The woonkamer van ons huis is groot. این فان هم به معنی همون کلمات اضافه بود، حروف اضافه، کلمات اضافه که درس داده بودم. فان یعنی از، به خاطر اینکه بفهمیم که پذیرایی خونش هست، بین این دوتا کلمه the woonkamer و house این فن میاد. The woonkamer van ons huis is groot. خب میریم سراغ ستای آخر، ستا کلمه آخرمون، آشپزخونه، دستشویی و حیات. این ستا کلمه هم آرتیکلش د هستش. همینطور که گفتم توی این درس ما 10 تا کلمه یاد گرفتیم که فقط دو تا کلمه‌شون، دو تای اولی آرتیکلشون هت بودن، بقیه همه آرتیکلشون د هستن. خیلی راحته. خب این کلمات، این کلمه اولمون د کوکن، کوکن، او، او، ا و او کنار هم دیگه او خونده میشه. د کوکن یه ذره سخته، مثل د دور، د دور که توی همین درس یاد گرفتیم. د دور، در. د کوکن، آشپزخونه. د وی سی، وی سی، حالا انگلیسیش میگه دبلیو سی، هلندی میشه وی سی. چرا؟ چون که ما در حروف الفبامون این دبلیو انگلیسی رو دبلیو نمیخونیم، وی میخونیم. د وی سی، وی سی، دستشوی. و کلمه آخرمون د آختر تاون، آختر تاون. د تاون هم هست. در اصل این دو تا کلمه هست که یک کلمه است که تشکیل شده از دو تا کلمه است کنار هم دیگه. آختر یعنی، اگه یادتون باشه توی کلمات اضافه درسای قبلی من یاد داده بودم، آختر یعنی پشت، تاون یعنی حیات. حیات های پشتی رو که داخل هلند زیاده، بیشتر خونه ها این حیات ها رو دارن، میگن ده آختر تاون. ده تاون هم گفته میشه، پس هر دوتاش درست، ده تاون یا اوف ده آختر تاون، آختر تاون. او، او، یو و ای در کنار هم دیگه صدای او میدن. او، ده آختر تاون، حیات. سه تا جمله اینجا ما داریم. اونز آختر تاون هیفت موی بلومن. اونز آختر تاون هیفت موی بلومن. خب حالا من اینجا دوباره مالکیت ما رو آوردم، ولی دیگه اونز مثل حیا، مثل خونه نیومده، هاوس، اونز هاوس. چرا؟ چون که بعد از کلمه مالکیت ما که اونز هستش، کلمه آختر تاون اومده و آرتیکل آختر تاون د هستش، به خاطر همین مالکیت ما میشه اونز، دیگه اونز نیست، اونز. اونز آختر تاون هیفت داره موی بلومن، موی بلومن. موی میشه قشنگ، موی با دوتا او، بلومن گلها. بلوم بدون ای و ان در کلمه، اگه ای و ان آخر رو در کلمه حذف بکنیم میشه گل مفرد، وقتی میخوایم جمعش بکنیم میشه بلومن، گلها. موی دوباره به خاطر چی؟ ا در آخر موی اومده، چون که کلمه بلومن جمع هستش و آرتیکلش د هستش، به خاطر همین یک ا
در این کلمه موی میاد. اونز آختر تاون هفت موی بلومن. حیات ما گلهای قشنگی داره. جمله بعدی اکخا ایف نرد وسی. وسی. اکخا ایفن نرد وسی. من میرم دستشویی. حالا ایفن چرا اومده؟ ایفن یعنی مثلا میگی ایفن به معنی این که یه توک پا مثلا یه لحظه سری میرم میام اینطوری به معنی این اکخ ایف نرد ویسی من یه توک پا میرم دستشوی سری میام یا مثلا میگن اکوم ایف بیاو من یه لحظه میام پیشت سری مثلا کارم رو انجام میدم یه توک پا اکخ ایف نرد ویسی. سومین جمله میگه ده کوکن کوکن ایویو کوکن ایز کلین. ده کوکن ایز کلین. آشپزخونه کوچیک است. ده کوکن ایز کلین. خب ببینم که 16 دقیقه شد. کلماتی رو که تا الان ما داخل این درس یاد گرفتیم. هت هاوس خونه. هت رم پنجره. ده دور در. ده مور دیوار. ده وون کامر پذیرایی. ده اسلاب کامر اتاق خواب. ده باد کامر حموم. ده کوکن آشپزخونه. ده ویسی دستشویی. ده آختر تاون حیات. خب امیدوارم که براتون به اندازه کافی واضح بوده باشه. ما در درس بعدی که بشه درس 17 کلماتی میاریم که وسایلی هستن در پذیرایی. ما فعلا چند تا درس در خونه هستیم و درس بعدی وسایل در پذیرایی هستش. اون هم فکر نمی کنم بیشتر از 10 کلمه بشه. پس می بینمتون در درس 17. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.